من درسمو میخونم، به محض اینکه میام استراحت بکنم مامان و بابام سر کلهشون پیدا میشه و میگن آقا تو چرا درس نمیخونی؟ و این موضوع به شدت انگیزه منو میگیره. چیکار بکنم؟ داخل این کلیپ کامل بهت توضیح میدم. عشان یه مشکل به شدت ریشه‌ایه، اگر شما حلش نکنی تا آخر اون باهات و خیلی جلوی رشدتو میگیره. پس همین امروز خوب گوش کن که بهت چی میگم. قبل از اینکه بخوایم ادامه بحثو بگیم، حتما لایکش کن که این موضوع مهم رو بقیه هم ببینن، چون وقتی تو لایک میکنی پست میره تو اکسپلور و خیلی از افرادی که خانواده ها و دانش آموزا هستن که این مشکل شما رو دارن و اونها هم میتونن ببینن. پس این حمایت رو حتما همین الان بکن و لایک بکن. حالا بریم سراغ ادامه بحثمون. ببین دوست گلم، اگر وقتی پدر و مادر شما میان به شما یک چیزی میگن و تو حالت بد میشه، این یه علت داره. علتش اینه که تو هنوز نیومدی توی زندگیت ببینی اولویت چندمی. آها، این بحث اینه. آقا از خودت باید این سوال رو بپرسی. من توی زندگی خودم اولویت اولم یا دوم و سوم و چهارم؟ بعضی هستن اولویت اصلا نیستن، اصلا تو زندگیشون نیستن، کاملا بقیه براشون تصمیم میگیرن که چیکار بکنن چیکار نکنن. حالا من میام مثال میزنم. اگر من پدر دارم درس میخونم، بعد مامان و بابا میان میگن که آقا تو چرا درس نمیخونی؟ دو حالت داره، یا من اولویت اول زندگیمم یا دوم و سوم الی آخر. اگر دوم و سومی باشم، خب میگم که حق با پدر و مادرمه، راست میگم، من درس نخونم با وجود اینکه درس خوندم، ولی میگم خب راست میگم. پس این منو بی انگیزه میکنه، حس و حال درس خوندن رو از من میگیره، چون من با وجود اینکه خوندم در واقع نخوندم، چون ندیدش، دیده نشده، پدر مادر من نپذیرفتن، چون من اولویت اول من پدر مادرم هستن، هر چی که اونا بگن درسته. حالا اگر من خودم اولویت اول زندگیم باشم، میام از خودم این سوالو میپرسم، از خودم میپرسم آقا پدر مادرم به من گفتن آقا تو درس نخوندی، حالا اینو از خودم میپرسم که میگم تو واقعا امروز درس نخوندی؟ میام نگاه میکنم میبینم آره من از صبح تا حالا درس خوندم، خوبم خوندم، ولی حالا اومدم استراحت بکنم، پس حالم خوب میشه، میام دمم گرم درس خوندم، حالا اشکال نداره. پدر مادر همیشه این حرفو میزنن. اما اگر نخونده باشم یه تلنگره، میام بررسی میکنم میام نه واقعا امروزم بتالت گذروندم، کل وقتم گذاشتم تو اینستاگرام، پس این خودش تلنگر میشه برای اینکه بتونم بهتر و بهتر درس بخونم. حالا اگه من نیام این مشکل حل بکنم، بعدم توی ادامه زندگی منم تأثیر گذاره. مثلا توی انتخاب رشته دانشگاه، شما اولویت اولتون پدر و مادرتون، میای مثلا پزشکی رو انتخاب میکنی، در واقع در صورتی که تو توی هنر، توی نقاشی، داخل بازیگری، داخل مثلا موسیقی یا داخل هر رشته دیگه توانمندی و استعداد و علاقه داری، ولی به خاطر مادرت، به خاطر پدرت میری دانشگاه و پزشکی میخونی. داخل پزشکی که میری همینجوری گل و بلبل نیستش که اینقدر بقیه تعریف میکنن تو پزشکی آنچنان فلان، نه، تازه دردسرات شروع میشه اگه علاقه نداشته باشی. و اونجا اگر اولویت خودت نبوده باشی و به خاطر پدر و مادرت اون رشته رو انتخاب کرده باشی، بدبختی های زندگیت شروع میشه، دیگه از خودت راضی نیستی، حس خوبی نداری. بعدن اگه بریم جلوتر ازدواجم بکنی، میبینی من این زنی که گرفتم، این شوهری که گرفتم، این انتخاب خودم نبوده، انتخاب پدر مادرم بوده. بچه روی این کار کنید. این چیزی نیستش که من الان گفتم آره چه چیز موضوع ساده ای، حالا اولویت اول زندگی خودم باشه، تمام شد رفت. نه، این چیز ساده ایه ولی نیاز به تمرین داره. اگر از این به بعد پدر مادرت بهت میگن درس نخوندی، سریع بیا تمرین کن، بگو آقا اولویت اول زندگیم خودمم، خوندم یا نخوندم. سریع ذهنت رو نسبت به این داستان آگاه کن، از این بعد انرژیت به خاطر این موضوع نمیاد پایین. بچه حتما این پست رو واسه پدر و مادرتون هم بفرستید که اونها این رو ببینن و از این به بعد این مشکل رو با همدیگه نداشته باشین. و این پایین هم واسه من کامنت بذار که خودت توی زندگیت اولویت چندمی، و حتما هم لایک کن که بریم تو اکسپلور. مراقب خودت باش. دمت گرم.